درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه اول نوامبر 2023 میلادی برابر است با دهم آبان ماه سال 1402 خورشیدی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه دهم آبان ماه با تاکید بر ضرورت قطع فوری بمباران غزه گفت راه صدور نفت و ارزاق به اسرائیل باید بسته شود. وی از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند. خامنه‌ای در دیدار با جمعی از دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت نزدیک شدن به روز 13 آبان به جنگ اسرائیل و حماس اشاره و آن را میدان حق و باطل توصیف کرد. خامنه ای در ادامه سخنان خود با اشاره به آنچه حرکت وجدان بشری خواند گفت ببینید در دنیا چه خبر است. در همین کشورهای غربی، در انگلیس، فرانسه، ایتالیا، خود آمریکا و ایالت‌های مختلف مردم با جمعیت‌های انبوه می‌آیند در خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار می‌دهند. به مدعی شد با این تجمعات آبروی کشورهای غربی رفته است و آنها هیچ علاجی ندارند و نمی‌توانند توجیهی کنند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به تجمعات جهانی که طی سه هفته گذشته در حمایت از فلسطین در جنگ حماس و اسرائیل برگزار شد گفت یک ابلهی پیدا می‌شود می‌گوید اجتماع مردم در انگلیس کار ایران است. به ادامه داد لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کردند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت غربی ها به مبارزین فلسطینی میگویند تروریست، این بی‌شرمی است. خامنه ای که به مناسبت سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران سخنرانی میکرد منتقدان این حمله را هم خطاب قرار داد و مدعی شد که دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی به این موضوع مربوط نیست. رهبر جمهوری اسلامی گفت 26 سال قبل از حادثه سفارت کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده، آن روز که دیگر کسی به سفارت نرفته بود. حمله به سفارت آمریکا و اشغال آن و به گروگان گرفتن کارکنانش در آبان ماه سال 1358 موجب وضع اولین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی شد. با این حال از آن زمان تا کنون برخی از فعالان سیاسی در داخل ایران از این حمله انتقاد کردند. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با تلویزیون دولتی TVP لهستان گفت ایرانیان دشمن اسرائیل نیستند و بارها در تظاهرات خود شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند. وی این شعار را به معنی براءت مردم ایران از حماس و حزب الله دانست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که ایرانیان هیچ مشکلی با اسرائیل و دولت‌های عرب منطقه ندارند. وی روابط تاریخی مردم ایران و یهودیان را ستود و خاطر نشان کرد که اسرائیل می‌تواند یک متحد استراتژیک فوق‌العاده برای ایران باشد و برای حل مشکلات مختلف در ایران از جمله بحران آب همکاری کند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به مناقشه حماس و اسرائیل گفت جمهوری اسلامی به عنوان پدرخوانده تروریسم و گروه‌های نیابتی آن همواره به دنبال سنگ اندازی در مسیر صلح و ثبات در منطقه هستند. وی به تلاش تهران برای مختل کردن روند عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی و متحدان آن کوشیدند که از طریق جنگ افروزی به اهداف خود دست یابند. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با تلویزیون دولتی TVP لهستان با اشاره به توافق تهران و واشنگتن بر سر مبادله زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران از سوی آمریکا آن را اشتباهی کشنده خواند و گفت دولت آمریکا با این کار به جمهوری اسلامی بابت اقدامات خصمانش پاداش داده است. به گفته او نتیجه این اقدام آمریکا تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری خود است. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که همانطور که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما هم مشاهده شد، پول‌های آزاد شده از توی آمریکا برای بهبود سطح زندگی مردم ایران هزینه نمی‌شود و تهران از آن برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی خود در منطقه استفاده می‌کند. به همچنین با اشاره به تجربه جنبش‌های آزادی خواهانه در لهستان و آفریقای جنوبی گفت جنبش مردم ایران هم برای موفقیت در چارچوب خشونت پرهیزی و نافرمانی مدنی نیاز به
حمایت جامعه بین‌المللی دارد. به گفته او تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت است جهان روی صلح و ثبات را نخواهد دید. شاهزاده رضا پهلوی افزود جامعه جهانی باید به این نتیجه برسد که برای حل مشکلات موجود لازم است که ریشه آن که حکومت جمهوری اسلامی است نابود شود. اولین گروه از دو تابعیتی ها و مجروحان در نوار غزه در پی رایزنی های فراوان منطقه ای و بین المللی توانستند از مرز رفح خارج و وارد مصر شوند. فلسطینی های دو تابعیتی، خارجی ها و مجروحان غیر نظامی که وضعیت جسمانیشان وخیم است در بین این افراد هستند. گزارش ها حاکی از آن است که رایزنی های قطر، آمریکا و دیگر کشورها این امکان را فراهم کرده است. در این حال یک منبع مطلع از این توافق به خبرگزاری رویترز گفته است که قطر با هماهنگی ایالات متحده بین مصر، اسرائیل و حماس میانجیگری کرده که بر اساس آن اجازه تخلیه محدود از غزه داده می شود. از سوی دیگر اسرائیل بار دیگر به نقاطی در اردوگاه جبالیا در نوار غزه حمله کرد. به گفته مقامات غزه حملات هوایی اسرائیل به اردوگاه جبالیا در روز چهارشنبه هم تکرار شد و چند مجتمع آپارتمانی هدف قرار گرفتند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که از آمار بالای تلفات حمله اسرائیل به جبالیا وحشت زده شده است. جوزف برو روز چهارشنبه با تاکید بر این موضوع از طرفین درگیری خواست که قوانین بین المللی جنگ را رعایت کنند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل ساعتی بعد از آنکه دولت بولیوی اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را قطع می کند گفت اقدام بولیوی نشان دهنده سرسپردگیش به تروریست و رژیم ایران است. دولت بولیوی دلیل قطع روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را اعتراض به حملات این کشور به غزه اعلام کرده است. این موضوع در پی حمله ارتش اسرائیل به اردوگاه پناهندگان فلسطینی جبالیا در نوار غزه اعلام شد. در خبر دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرده که روز چهارشنبه شناورهای موشکی خود را در دریای سرخ به عنوان نیروی تقویتی مستقر کرده است. بیانیه اسرائیل یک روز بعد از آن صادر شده که حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده و وعده داد که حملات بیشتری را انجام بدهد. رسانه‌های اسرائیل عصر چهارشنبه اعلام کردند که شمار نظامیان کشته شده این کشور در عملیات غزه تا روز سه‌شنبه به 15 تن رسید. مقامات نظامی این کشور روز سه‌شنبه بدون ارائه جزئیاتی گفتند که روز بسیار سختی را در عملیات غزه سپری کردند. بران کنه شما در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید.
پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیور های خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. مجاهد کرکر از بازداشت شدگان ایزه که در زندان شیبان احواز زندانی است برای دومین بار اقدام به خودکشی کرده است. یک فرد آگاه می گوید مجاهد کرکر در اعتراض به بلا تکلیفی خود در زندان دست به خودکشی زده که ناموفق بوده، اما بعد از این اقدام آنقدر به دست ماموران زندان شیبان مورد ضرب و شتم قرار گرفته که او را به بیمارستان منتقل کردند. مجاهد کرکر از سال گذشته برای اعتراف اجباری درباره پرونده کشته شدن کیان پیرفلک و کشته شدگان اعتراضات 25 آبان 1401 در ایزه تحت فشار قرار دارد. بعد از تاکید فاطمه سپهری بر حمایت از اسرائیل و تقبیح حمله تروریستی شبه نظامیان حماس، وکیل او اعلام کرد که مقامات زندان به فرزندان این زندانی سیاسی گفتند که او مرتکب جرم شده و ممنوع ملاقات است. خسرو علی کردی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که فرزندان فاطمه سپهری روز سه‌شنبه جهت ملاقات به زندان مراجعه کردند، اما مسئولان زندان اعلام کردند که فاطمه سپهری به دلیل صحبت‌هایش در بیمارستان قائم ممنوعیت ملاقات دارد و مرتکب جرم شده است. این حقوقدان تاکید کرده که ممنوعیت ملاقات فاطمه سپهری بدون رسیدگی به اتهام جدید مغایر قانون است. فاطمه سپهری در نخستین پیام ویدیویی بعد از بازداشت با بیان اینکه علی خامنه‌ای پول مردم ایران را خرج گلوله برای حماس کرده، گفته بود که ملت ایران در کنار ملت اسرائیل ایستاده است. کیانا رحمانی، فرزند نرگس محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و برنده جایزه صلح نوبل سال 2023، نامه ارسالی مادرش از زندان خطاب به کمیته نوبل را قرائت کرد. نرگس محمدی در این نامه ضمن تشکر از اعضای کمیته بابت اهدای این جایزه نوشت: از همه شما سپاسگزارم و می‌خواهم که از مردم ایران تا رسیدن به پیروزی نهایی حمایت کنید. در متن این نامه جایزه صلح نوبل نقطه عطفی در تقویت اعتراض و جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان توصیف شده و آمده که پیروزی آسان نیست اما حتمی است. نرگس محمدی روز چهارشنبه در پیامی از زندان اوین درباره جنگ میان اسرائیل و حماس تاکید کرد که هرچند در زندان اوین محبوس است، اما با راستاترین صدا خواستار آتش بس فوری، پایان دادن به جنگ، کوتاه کردن دست جنگ افروزان از سر مردم بیگناه، احترام به حقوق انسانها و ایجاد امکان زندگی مسالمت‌آمیز مردم در کنار یکدیگر است.
با وجود برخورد با فاطمه رجایی را جراح نمونه که بدون حجاب در مراسم تجلیل از پزشکان آمل حاضر شده بود، دادستانی آمل همچنان به دنبال تنبیه خاطیان است و تالار محل برگزاری مراسم با دستور او پلم شده است. خبرگزاری ایرنا از حضور این زن پزشک در این مراسم و دریافت جایزه در حالی که تن به پوشش اجباری نداده بود به عنوان حاشیه و هنجار شکنی نام برده و نوشته که این اتفاقات دامن صاحب تالار را هم گرفت. بنا به این گزارش این تالار با دستور دادستانی شهرستان محمودآباد پلم شده است. در خبری کوتاه، مدیر عامل شرکت دارویی سناژن و از چهره‌های شناخته شده صنعت دارویی در ایران در حساب اینستاگرام خود یادداشتی منتشر کرد و نوشت که وزارت بهداشت او را به دلیل شیوه لباس پوشیدنش به این ساختمان راه نداده است. حاله حامدی فر، مدیر کارخانه دارویی سناژن و از کارآفرینان شناخته شده صنعت دارویی ایران است که در سال 1378 برنده کتاب سال جمهوری اسلامی شد. کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری در استان خوزستان روز چهارشنبه 10 آبان ماه به اعتراضات خود ادامه دادند. به گزارش کانال های تلگرامی پوشش دهنده اخبار کارگری ایران، مطالبات کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی شامل حذف سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده 10 با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال و عدم دسترسی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت برشمرده شده است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث.
تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک، تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. متیو مولر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به بازداشت شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوان واکنش نشان داد. میلر در این بیانیه تصریح کرد ایالات متحده حمله خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی ایران به مراسم خاکسپاری پیکر آرمیتا گراوان 16 ساله در 29 اکتبر را محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت ناصرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر و همچنین چند فعال صلح‌جوی دیگر در بین دستگیر شدگان در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوان هستند. ایالات متحده خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم ستوده و دیگرانی است که به ناحق توسط حکومت بازداشت شدند. ماتیو مولر اضافه کرد ما بار دیگر رفتار هولناک حکومت ایران با مردم این کشور از جمله کمپین خشونت علیه زنان و دختران ایران را محکوم می‌کنیم. ایالات متحده در کنار مردم شجاع ایران می‌ایستد و به همکاری با جامعه بین‌المللی ادامه خواهد داد تا حکومت را برای نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور پاسخگو کند. چند تن از قانونگذاران آمریکایی از مواضع ایران در منطقه خاورمیانه انتقاد کردند و خواستار اقدامات قاطع‌تر از سوی ایالات متحده شدند. سناتور لنزی گراهام عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایران را بزرگترین حامی تروریست در روی زمین و علی خامنه‌ای را یک نازی مذهبی خواند و گفت که ایالات متحده باید زیرساخت‌های نفتی ایران را هدف قرار دهد تا از ادامه حمایت مالی ایران از گروه‌های تروریستی جلوگیری کند. گراهام همچنین هشدار داد که در صورت کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله ای توسط گروه‌های نیابتی ایران، ایالات متحده به ایران ضربه خواهد زد. سناتور کریس کونز عضو دموکرات مجلس نمایندگان از بسته پیشنهادی تخصیص بودجه برای کمک‌های بشردوستانه حمایت کرد و گفت که این بسته شامل کمک به اوکراین، اسرائیل و مقابله با نفوذ چین است. سناتور مارکو روبیو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان هم از مواضع بازدارنده آمریکا در منطقه خاورمیانه انتقاد کرد و گفت که این مواضع منجر به افزایش حملات ایران شده است. سناتور جان کندی عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از سیاست‌های دولت بایدن در قبال ایران انتقاد کرد و گفت که این سیاست‌ها منجر به افزایش حمایت مالی ایران از گروه‌های تروریستی شده است. بینندگان عجمند به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.